دوستان درود بر شما. شاهی یکی از سبزیجات پر حرف و حدیثی است که علاوه بر خواصی که دارد، مزرات مهمی هم دارد، ولی متاسفانه به مزرات آن خیلی پرداخته نمی شود. در این بخش ما تمام خواص شاهی و مزرات شاهی را برای شما آماده کرده ایم. شاهی یکی دیگر از ترکیبات سبزی خوردن است که پس از جعفری و ریحان از سبزیجات محبوب شناخته می شود. شاهی را به صورت خام و پخته می توان مصرف کرد. گیاه شاهی را در تمام ایران با همین نام می شناسند، اما در مازندران به ترتیزک هم شهرت دارد. گیاه شاهی یک ساله است و خودرو می باشد و همانطور که می دانید خواص شاهی وحشی قدرتمندتر از غیر آن است. زمان برداشت شاهی وحشی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد است. طول این گیاه وحشی به 20 تا 30 سانتی متر می رسد. از دانه، گل، میوه و خود شاهی در درمان بیماری‌ها استفاده می شود و معمولاً آن را به عنوان یکی از گیاهان دارویی مطرح می شناسند. در یکی از گزارشات علمی معتبر در خصوص ترکیبات شیمیایی گیاه شاهی آمده است که گیاه شاهی دارای اسانس روغنی فرار است. فراورده های فرار حاصل از برگ شاهی فواید ضد باکتریایی دارد. اسانس روغنی شاهی محرک نیروی جنسی در زنان است و لعاب تخم شاهی از نظر خاصیت جانشین برای سمق عربی و کتیرا محسوب می شود. مصلح شاهی کاسنی، خرفه و سرکه است که تا حدودی مزرات آن را جبران می کند. اما خواص شاهی در طب سنتی، شاهی وحشی که دارای تخم ریزتر است در مقایسه با شاهی های دیگر خواص مرغوب تری دارد و ترجیح ابتدایی با مصرف شاهی وحشی است. درمان آسم، درمان سرفه، درمان بواسیرهای خونی، ضد کمبود ویتامین C، مصرف تخم شاهی ترشح شیر را در مادران شیرده افزایش می دهد. جوشانده تخم شاهی در شیر به منظور سخت جنین مورد استفاده قرار می گیرد. زماد شاهی برای تسکین درد ضربه استفاده می شود. خواص برگ های شاهی نیروبخش، مدر، محرک و ضد کمبود ویتامین C است. طبیعت سبزی شاهی معتدل است و حاوی ویتامین های A و C است که آن را به یک آنتی اکسیدان قوی تبدیل کرده و می تواند با رادیکال های مضر بدن مبارزه کند. خواص شاهی می تواند همچنین به درمان لکه های قهوه‌ای و ککومک ناشی از تماس مستقیم با نور آفتاب کمک کند. طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، شاهی می تواند کلسترول مضر خون و چربی آن را کاهش بدهد. روغن فرار شاهی نیز برای درمان آسم، مخاط تنفسی، سرفه های مزمن و برونشیت مفید است. کمک به سرعت هضم غذا، تحلیل باد، گاز و نفخ معده نیز از دیگر مزایای شاهی است. ترکیبات سبزی شاهی باعث تحریک فعالیت کلیه ها می شود و می تواند به درمان سنگ کیسه صفرا، کلیه و مثانه کمک کند. خواص شاهی برای دردهای مفصلی و نقرس بسیار عالی است. خواص شاهی باز کننده گرفتگی ها و انسداد مجاری کبد و تحال است. مقوی با و محرک جماع و موجب تحریک نیروی جنسی در زنان است. همچنین صاف کننده مدر و خرد کننده سنگ مثانه است. یک دستورالعمل استثنایی برای جذب خواص شاهی. ساقه شاهی، برگ شاهی و تخم آن را در هاون بکوبید. سپس در بشقابی پهن کرده و بگذارید تا خشک شود. مجدداً در هاون قرار داده و بکوبید. سپس کمی شیر تازه داخل هاون اضافه کنید و مجدداً مقدار تخم شاهی درون آن بریزید و بکوبید. این کار را چند مرتبه تکرار کنید تا ترکیب مانند خمیر شود. از آن حب درست کنید و میل کنید تا تمامی خواص شاهی که به آن اشاره کردیم شامل حالتان شود. همچنین اگر آب آن را بگیرید و با نخود خشک بکوبید و پرورده کنید، در افزایش تولید اسپرم فوق العاده مؤثر است. ساقه و برگ شاهی تازه را در هاون بکوبید و با وسیله دیگر روی آن فشار دهید تا عصاره شاهی خارج شود. در این روش عصاره گیری که بدون آتش انجام می شود، خواص عصاره شاهی بسیار اثر بخش تر است. دقت داشته باشید قبل از استفاده موزه از شاهی بهتر است مقدار اندکی از آن را بر قسمتی از پوست دست خود امتحان کنید تا از عدم حساسیت با آن مطمئن شوید. خواص شاهی برای درمان التهاب ناشی از آفتاب سوختگی پوست بسیار مؤثر است. مقداری از شاهی را بکوبید تا خمیر شود و با عسل ترکیب کنید. سپس ترکیب را بر روی پوست به مدت 20 دقیقه اعمال کنید و پس از گذشت این زمان موزه را با آب سرد بشویید. سبزی شاهی می تواند
برای درمان التهاب ناشی از آفتاب سوختگی پوست مفید باشد. از شاهی برای سفید کردن پوست هم میتوان کمک گرفت. ماسک شاهی همچنین میتواند به درمان لکهای قهوه‌ای صورت و کک و مک‌ها کمک کند. برای این منظور جوانه شاهی را له میکنیم، گلیسرین و آب را هم با آن اضافه میکنیم و ترکیب را بر روی موزه اعمال میکنیم. پس از 20 دقیقه موزه را با آب گرم میشوییم. با توجه به میزان زیاد پروتئین و آهنی که در شاهی وجود دارد میتواند به درمان ریزش مو کمک کند. بذرهای شاهی را درون یک کاسه ریخته و میکوبیم. حالا عسل را با آن اضافه میکنیم و ترکیب را بر روی پوست سر و موها اعمال میکنیم. پس از 30 دقیقه سر را با آب گرم شستشو میدهیم. برای نتیجه گرفتن توصیه شده هفته دو مرتبه از این ماسک استفاده شود. اما مضرات شدید شاهی: سردرد، التهاب، خون دماغ، سنگینی سر، تاریکی چشم، گرفتگی عروق، لک و پیس، فساد دستگاه گوارش، مضر برای صفرا و خون، تب و داغی کف دست و پا، موجب بدبویی دهان، بدبویی بدن و همچنین بدبویی ادرار می شود. هنگامی که شاهی مصرف می کنید، گازهای مضری در بدن تولید می کند که آنها به سوی مغز متساعد می شوند و باعث بروز مشکلاتی خصوصا برای گرم‌مزاجان می شود. استفاده افراطی از شاهی در وعده شام، مخصوصا بعد از غذای سبک یا با شکم خالی، می تواند باعث منگی و کرختی یا خواب سبک و ناآرام شود. شاهی دارای گواتروژن است، لذا جذب یود در تیروید را کاهش می دهد که برای مشکلات تیرویدی مضر است. مصرف افراطی شاهی می تواند موجب مشکلات گوارشی شود. استفاده بیش از حد شاهی باعث کاهش غیر طبیعی قند خون می شود و همچنین ممکن است با داروهای کاهش فشار خون تداخل کند. پس از عملهای جراحی مصرف شاهی مضر است، زیرا فشار خون را کاهش می دهد. همانطور که گفته شد مضرات شاهی واقعا کم نیست، از طرفی خواص شاهی هم زیاد است. استفاده افراطی از هر ماده غذایی قطعا مضر است و شاهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر مزاج گرمی دارید این ضرر بیشتر خواهد بود، لذا شاید بهتر باشد گرم مزاجان زیاد سراغ شاهی نروند و برای به دست آوردن خواص آن می توانند از مواد غذایی دیگری استفاده کنند. در هر صورت مصرف کم و کنترل شده این سبزی، خصوصا اگر همراه مسلح آن یعنی کاسنیا، خرفه و سرکه باشد، بعید از ضرر جدی داشته باشد و میتوان آن را میل کرد. اما بدیهی است که احتیاط در ترک مصرف شاهی است. اگر شما هم از این سبزی مصرف کردید و تجربه‌ای در مورد آن دارید، لطفا در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافی است این ویدیو را لایک کنید.